نشست علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دوشنبه شب مطابق با 14 روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم قرض گرفتن برای درمان و معالجه بیماری که امکان روزه گرفتن از او سلب شده فرمودند اگر این بیماری و هزینه های آن به مقدار مختصر بوده و مخارج آن آنچنان زیاد نباشد که انسان دچار منت و زحمت شود اشکال ندارد، وگرنه اصل در عدم آن یعنی قرض نگرفتن است. معظم الله در ادامه فرمودند اما اگر قرض گرفتن مقدمه ی وجود باشد چنانچه به مقدار کمی باشد و ادای آن سهل باشد شاید واجب باشد همانند مقدمات وجود سایر واجبات همانند حج که شارع امر به انجام آن فرموده است، اما مثلا خریدن بلیط هواپیما و نظایر آن از مقدمات وجود حج است. ایشان در رابطه با دلیل وجوب این مسئله فرمودند مقدمات وجود واجبات عقیله است و با واجبات شرعی اصلی تفاوت دارد، اما اگر در سلسله علل قرار گرفت و عقل هم بدان حکم کرد در نتیجه شرعاً هم واجب می شود. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله بعد از اومدن اصل وجوب نه واجب، فرق بین وجوب شرطش قدرت و سلامتیه. آها بعد از اینکه وجوب یعنی شرط وجوب استفاده اومده حالا باید بره خب بلیط بگیره مقدمات وجود را تهیه کنه. لحاظه عرض کردم اگه مختصر باشه مختصر نه مقدمه وجود اگر واجب شد ولی من برای گرفتن روزه باید برم سحری تهیه کنم غذا بپزم چه فرق میکنه سحر. حالا اگر کسی سحری نمیخوره نمیتونه روزه بگیره، به چه دلیل واجب سحری بخوره؟ اینا اگرم مختصر باشه قرض اسمش عرفا قدرت داره بر روزی گرفتن. آها خلاصه عرض من اینه که اگر مختصر باشه، اگر عرض کنم اصل عدم وجوب قرضه، گیری نداره، قبول دارم، اما اگر یه چیز مختصری باشه، میسور باشه، حرجی ضرری نباشه، مثل مقدمات وجوده یا خودش مقدمات وجوده، مقدمات وجود وجوب نه واجب. اگر هم کسی همین هم تشکیک گرفت خب اصل عدم دیگه، هر چیزی اصل عدمش.